بنام خدا، سلام خدمت همه شما بیننده خوب تلویزیون آریانا، به ویژه علاقمندان گزارش های ما از شهر باستانی هرات. امروز آمدم به یکی از نونوایی های هرات که نون روغنی و نون خانگی پخته میکنه و شاید دل شما خیلی تنگ شده باشه برای نانهای هرات. با ما همراه باشین، میریم میپرسیم که چیگونه شده که در نونوایی داخل شهر که نون بازار پخته میکنه نون خونه میپزن. ما را همراهی بکنیم، بعد تصویرها خیلی مقبولی هم در ادامه خواهیم دید. خب من از اینجا باید برم؟ وقت آمدن سخته، اینا رو بر بیرونیم. خب به یک سختی من از اینجا رد شدم و فعلا نون پختن جریان داره. در کنار نانوای این نونوایی هستیم و با اینا هم کلام میشیم. خلیفه جان خوبین؟ شکر، ساعت شما خوب، سلامت. اسم شما؟ ممنون شما. محمد نعیم و محمد رحیم هستم، یک تن از خبازان شهر هرات. بسیار خوب. چند سال میشه که نونوایی میکنه؟ از سوابق پدری بگم شاید بیش از سه پشت باشه. سه پشت نونوایی؟ بله بله بله. در هرات چگونه نونوایی؟ همون چلش قدیمی داره یا نه؟ والا قدیم که بود دیگه یک رقم نون بود، همین نون اوی بود. حالا دیگه مد شده، خانگی رسم و عنعنات قدیم تر از وقت نونوایی یا مثلا وقتی که به خونه پخته میشد نون، حالا راحت تر شده به بازار پخته میشه، راحت مردم به خونه میبرن نون خونه. بسیار خوب. بله، همونطور که در آغاز گزارش گفتم، در کنار نون بازار نون خونه هم پخته نمیشه. کار دیگه برای مردم آسان تر کردیم شما؟ بله بله، حالا دیگه آسان تر شده برای مردم، هر کس دیگه حالا زندگی دیگه راحت شدن. بله دیگه، خانم ها خانم حال خوب راحت شدن و راحتی بر صورت همه چیز مهیا میشه، در اختیار اونا گذاشته میشه. تفاوت نون بازار و نون خونه چیه؟ چی آرده در نون خونه استفاده میشه؟ نون خونه که هست آرد وطن خود مانه، دیگه به داخل از این بدیون میخوره، سیادونه میخوره. دیگه اون نون بازار که هست دیگه آرد خارجه، برعکس که با این نون خونه خود ما و شما که هست برای میده و اینا، از وقت که همین نون بازار آمده، مثل دیگه آشامیدنی ها و اینا که مزر رو بمیده، یعنی با این خوب فایده داره، سبوس داره، آرد گندم خود ما و شما نه با ما معلومه. او که هست دیگه آرد قزقیه، سبوس نداره. بله و خب طبیعه دیگه، نان وطن ما، آرد وطن ما میتن طبیعی وطن خود ما نه دیگه. بسیار خوب. چیگونه استقبال مردم این نونای خانگی که شما پخته میکنیم بیشتر میخرن یا ای که نون بازار قدیمی؟ حالا نون خونه دیگه تقریبا روز دو کیسه پخت داریم، روز دو کیسه نون خونه پخت داریم، تقریبا 6 کیسه 7 کیسه هم نون بازار پخت داریم. خیلی خوب، پس نام خدا پخت شما بیشتره دیگه؟ بله بله، تقریبا به حساب نونوها دو نیم خروار میشه، به حساب مشتری دو نیم هزار نون بشه. نیم هزار نون. و شما فکر کنم به مسیری قرار گرفتیم که به دیات هم میبرم از این نون؟ بله بله، اما ما به تانک مرکز قرار داریم، تقریبا ما اما از شیده ای، از بلدرواز، از پل پشتو، از خیلی جا دوردست ما مشتری داریم که می آیم به اینجی، بعد از این شمکی ها می برم به خونه ها. خب مثلا دوکانی و به جاده لیلمی می آیم به تانک مرکز نونه می بره به بلدرواز. بسیار عالی و خوبه که امیت کاروبار شما پر رونق و پر رنگه که انشالله همیشه امیت باشه. بیشتر در کدام تایم فروشات نون شما بیشتره؟ صبح بیشتره، چاش بیشتره یا شب؟ فروشات نون ما دیگه صبح هم زیاده، تقریبا ساعت 8 بجه تا 9 نیم بجه، از 11 تا 1، از 5 عصر تا به 8 شب. 8 شب، خیلی خوبه. پس شفته کار میکنیم و از طرفی هم کار نونوایی کار سنگینی هم هست فکر کنم. بله بله، سنگین خو هستم، اونتا دیگه شکر رزیم، همی که دست به کاریم رزیم از خدای خوب. همین نون حلاله به درست. بله بله. بسیار خوب، یک ذر تعریف و توصیف کردیم، دل ما عوض کرد که از این نونو خانگی یک گفته ریتی و یک چوچنگ بکنه. میل کنه مر چقدر مای مر. خب ما به شما چند
های به داخل پلاستیک میکنیم تا ببریم به خونه. خوب سلامت باشیم. انشالله ما خو خریداری حتما میکنیم، مگر ببریم صبحانه بخوریم. خود از این نونو ببینیم که مزه چگونه است. اما فعلا ما میایم از این نونو خونه امتحان کنم، یک زوالی ویژه میزنیم به تنور یا نه از اونو میدیم. یک به شما پرسیادونه و پرکنجد میکنم. خوبه؟ خوب پرکنجد. چشم. نان کنجدی هم دیگه از اون نانای قدیمی هراته که به اصطلاح مردم هرات خیلی دوست دارن، بیشتر در ساعاتی مثل صبحانه صرف میشه و نوش جان میشه. دیگه نان کنجدی اسپیشال ما هم برای ما درست. آه دیگه نان کنجدی به شما درست میکنین که مزه و هم برای همیشه به دهن شما بمونه و یکی هم ما صبحانه نون روغنی هم پخته میکنین. خیلی خوب خیلی خوب، مگر روزی بیام نون روغنی هم ببرم از اینا. روغنی ما هم شکر داره و هم روغن هم طعم خوبی داره، خیلی هم مشتری داره. بسیار خوب بسیار خوب. این نان وطن ما در هیچ جای دنیا مطمئنن نیه. شما که در اروپا و آمریکا و کشورهای آسیایی زندگی میکنیم و گزارش ما میبینیم، قطعا قدر این نان خیلی میفهمیم که چقدر لذیذ و خوشمزه است و چقدر هم فوق العاده است که به صورت چی میگم زینت هر سفره هم نانه دیگه. درسته؟ بله بله نانه. سفره بی نان زیبایی نداره. شما چی حال داریم؟ شکر شما. اسم شما؟ عبدالقادر عزیزی. آقای عزیزی شما چه کار میکنیم این روی؟ ما همین چیگاه دیگه زواله وار میکنیم، نخون میکنیم. بله ما نخونگیر بوده میشیم. نخونگیر؟ بله آقا نخونگیر. بسیار خوب، از کجا شروع میشه در دقیقا یاد گرفتن نونوی؟ نونوی دیگه از اول ابتدا دیگه که بیایی باید دیگه تمیزکری تا دیکن از اول ابتدا با خوش خوش دیگه زوالتو میشی، بعد از زوالتو باز دیگه نخونگیر میشی، با میرزا میشی، بعد از میرزای دیگه باید میتا خوش خوش میری دیگه پاتنو دیگه خوش خوش. اگر بعض علاقه دارن زودتر سرطانون میستم، بعض با علاقه ندارن سرطانون نمیستگم. چند سال میشه که نخونگیریم؟ ما دیگه از سن 6 سالگی دیگه ما با کس بینین وی کار میکنم. هر کس که خانومی و بالا زور باشه زودتر با پاتنور میسته که حقوق زیاده بگیره. بسیار خوب، ولی خانوم شما زورم باده شما؟ شکی میکنم من خیلی هم واقعیت از خانوم خوب، اول خدا رزی هم چرا که به هست و نست ما میسازه. خدای خانه پدر و آباد، خداوند جمعی اموات بیامرزه پدر و خانوم مرا. نیه بترسیدی میته میگین که حالی باز شون بریم شما دست لحت نزم. نه نه او گفا نیه. شوخی میکنم. الهی شکر که زندگی خوشی داریم و زندگی خیلی خوبی داریم. خب اوضاع امنیتی شگونه یه؟ امنیت رو کار شما گاهی وقتا تاثیر میگذاره یا نه؟ والا دیگه امنیت حالک ما از امنیت چی بگیم دیگه؟ اما ما و شما به دو چیشو میبینیم امنیته دیگه. هست ای گپا هست به افغانستان، به همه ولایت ها هست ای کارا میشه دیگه، ما چی بگیم؟ بله دیگه شکایت خوب نداریم چون شکایت هم به جای نمیرسه. شوم که دیگه از کار خلاص میشیم ما امنیتی نداریم، تا با خونه میریم به ترسای و لحظیم چاریم. انشالله که امنیت تامین بشه و مسئولین بیشتر توجه بکنن و برخورد بشه به کسایی که ناامنی ایجاد. ولی باز هم شکر خدا او تو نشده که تا حالا یک نینوای شکایت دیشته باشه که یا بایسکل مر یا موتور مر یا بالاخره یا سر را مر گرفته باشم، تا حالا او تا حادثه به نینوا رخ نداده. الهی شکر که همیشه در امن و امان هم. خب این طرف هم خب زوالته و اینایین و دارن زواله جور میکنن. خوب این شما؟ سلام خوب سلامتیم. اسم شما ممنون. نوید محمدی هستم، یکی از شهروندان ایران. بسیار خوب. نوید جان مکتب هم میری؟ والا 4 سال میشه که بیرون شدم از مکتب. خاطر چی؟ به خاطر کسب نیروی. دوستش میکاره؟ بله علاقه داشتم. میون ان شاء الله که موفق باشی. شما رو چی میگن؟ زوالته میگن. زوالته. روز چند تا زواله میکنی؟ به حساب 1500 تا 1800 تا زواله. از ساعت چند میایم دکان؟ صبح دیگه 15 کم 5 به داخل دکانم شام 15 کم 8 میرم. باش تو زیاد خسته کن نمیشه. والا خسته کن خو هست دیگه، حال بفتاد نیم خوشگین این وی بدن و خوردم مجبوریم بیایم دکان. ان شاء الله که موفق باش. زنده باش. سلام خب خلیفه جان چیکار شد این نون ما بیرو نشد؟ بله نون از تنور نون چی بود؟ نون کنجدی بود.
بله او مدل نونوی شما چیه؟ یک نامی هم داره فکر کنم. بله او از ما که هست همین نونپزایی که استادم این خاصگی گفته میشه، نونپزایی که شیشتی هم نون میپزم او چونگی گفته میشه. بله بله. و گاز آتیش میکنه؟ بله او بله او. بسیار خوب. نونوی های ماشینی که در هرات شده اینا هم تاثیر بگذاشته رو کار شما؟ نه اوقدر نه، با ما خونک دیشته. همی چند وقت پیش همی جگا ماشینی شد و برفت، برای یک مدت 20 روزی شد برفت. درست، بسیار خوب. خب یه هم نون کنجیتی که ویژه بساختن برای ما، تصویر شما میبینیم چقدر با ظرافت و چقدر خوش رنگ، چقدر زیبایه و مطمئنم خیلی هم لذت بخش خواهد بود. باشه که ما امتحان بکنیم ببینیم که مزه از این چگونه. جای این دکان بسیار خردتر می باشه، به او خاطر ما نمیتونیم نزدیک شیم. میشه که نونه بدیم ببینیم که چگونه. البته کمی داغ هم است، خیلی داغه دیگه. نه همالی از تنور بیرون شده. به به، فوق العاده خوشمزه و فوق العاده عالی. جای شما خالی که نوش جان بکنیم از این نون، نون خونه که یه دیگه باز به صبحانه لذت دیگه داره. تشکر خلیف جان، انشالله که همیشه موفق باشیم. خودی ما هم کلام شدیم، خداوند خیر و برکت بده به کار شما. زنده باشیم، قربان شما. تشکر از شما که وقت کردیم، خود ما چند لحظه به ما افتخار دادیم. قربان شما، خیر بینیم. تشکر از خواهش میکنم. خوش باشیم. خب من اگر بیروی شما از دکان، اگه اجازه شما باشه، من از دکان بیرو باشم و سپاسگزاری میکنم از دوستا که با ما همراه بودن و گزارش ما را از این نونوایی دیدیم. خب دوستای عزیز، خب دوستای عزیز تشکر که با ما همراه بودین و گزارش دنبال کردین. آمده بودیم به یک از نانوایی‌های شهر هرات و گفتیم نشان بدیم نانای خوشمزه هرات رو برای شما که واقعا خوشمزه و لذیذ هست. انشاءالله که سر سفره تمام مردم عزیز سرزمین ما نان باشه و دیگر غم نان باعث نشه که هموطنان ما برنجند و ناراحت باشم. اگر لذت بردیم از گزارش، لایک و کامنت یاد شما نره. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.